یه کیمیایی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما همراه میشه. خانم کیمیایی، دلیل افزایش طلاق در ایران چه مواردی عنوان میشه؟ دیگه البته لزوماً اونطور که نگاه حاکمیتی بهش هست نیست و به نوعی این رو بهبود شرایط زنان از نظر آگاهی داشتن و درآمدن از وضعیتی میدونن که براشون مناسب نیست. درسته، همطور که خودت گفتی دیگه طلاق در ایران مثل گذشته نیستش که حالا بخواد یه تابو باشه و اینکه حال خانواده‌ها بخوان ازش خیلی دوری بکنن. به هر حال طلاق هم توی جامعه ایران مثل همه جوامع اتفاق میافته، ولی اونجای مضر هستش که حکومت میاد از طلاق به عنوان پروپاگاندا استفاده میکنه که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در جامعه وجود داره و جلوی پای جوونا گذاشته رو توجیه بکنه. حالا آماری که امروز اعلام شده، خبرگزاری ایران اعلام کرده، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار داده که اصلا مرجعیتی برای اعلام آمار نداره. از طرف دیگه اومده گفته که بیتوجهی، بیمسئولیتی و عدم تعهد باعث این اتفاق شده. یه جوری اومده میخوان اینو بگن که خب این اتفاق طلاق که حالا مثلا اگر زیاد بشه تقصیر خود جوان است، در صورتی که قوانین زن ستیز و خانواده ستیز توی جمهوری اسلامی اصلا اون اول به مرد میگه که تو همه حقوق زن رو بگیر و به جاش یک مبلغ پول رو بده که اگر اون پول رو ندی به عنوان مهریه میری زندان. همین خودش اعلام جنگی هستش بین زن و شوهر که در خانواده اتفاق میفته. حالا اصلا ما بگیم که زن و شوهر اینا رو هم پشت سر میگذارن و با هم ازدواج میکنن، یه زن و شوهر برای اینکه یه زندگی خیلی متوسط رو به پایین داشته باشن باید روزی ساعت‌ها کار بکنن تا بتونن فقط خرج اجاره خونه‌شون رو در بیارن و یه بخور و نمیری داشته باشن. سال گذشته وزارت کار اعلام کرد که در ایران از هر 3 نفر 1 نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. خب همین خودش گویا این هستش که خب چرا باید چاپلو ازدواج بکنن؟ خب ازدواج نمیکنن. از طرف دیگه ازدواج سفید هم در ایران خیلی زیاد شده. به هر حال اتفاقایی که میفته که زن و شوهر بخوان به صورت رسمی ازدواج بکنن اینقدر مشکلات زیادی وجود داره که خب ترجیح میدن که یه ازدواج سفید داشته باشن و اصلا اون مشکلات رو هم نداشته باشن. از طرف دیگه من میخوام به طلاق کودکان اینجا اشاره بکنم که کودکان اصلا هیچ تصمیم گیری خودشون ندارن برای اینکه بخوان ازدواج بکنن یا اینکه جدا بشن. بعضی وقتا ما میبینیم که در سن 20 سالگی بعضیشون دو بار طلاق گرفتن و از طرف خانواده و از طرف جامعه پذیرفته نمیشن و عواقب خیلی زیادی در انتظارشون هستش.